به نام خدا و شبتان خوش. تماشاگر برنامه آماج از تلویزیون یک هستید. در کشورهایی که پس از بحران و در دوره گذار به طرف دموکراسی یک بسای اساسی همی بوده میتونه که نهادی نشدن نهادها و حاکمیت قانون، اما در افغانستان در یک دهه گذشته با وجود که شعارهای بیشتر داده میشه، اما متاسفانه به اساس آخرین گزارش شبکه حقوقدانان افغانستان 69% قانون اساسی افغانستان در یک دهه گذشته نقض شده. متاسفانه در صدر ناقضین رئیس جمهور افغانستان و اراکین بلند رتبه دولت افغانستان قرار دارند. مهمانان امشب در آماج داریم که آقای پوهنیار احمد عنیف، مشاور و سرپرست دارالانشای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، آقای عبدالستار سعادت، رئیس شبکه حقوقدانان افغانستان، و از مجلس نمایندگان غلام حسین ناصری را با خود داریم. مهمانان عزیز، به بحث امشب بسیار خوش آمدین. لطفاً توجه بفرمایید به گزارش کوتاه، پس از آن در مورد نقض قانون اساسی صحبت‌های خواهیم داشت. با ما باشید. از نهمین سال روز تصویب قانون اساسی در حال بزرگداشت می شود که نهادهای مدافع قانون رئیس جمهور کرزی و معاونانش را متهم به ده ها مورد نقض قانون اساسی کرده اند. با این حال مقام های ارشد دولت افغانستان نیز نقض قانون را در برخی موارد از سوی کارمندان دولتی می پذیرند. ممکن است قوانین وضع شده در مقاطع و ادوار مختلف از سوی برخی از گروه ها و یا حاکمان دولتی نقض گردیده باشد، اما آنچه که مبرهن است محتوای قوانین وضع شده در افغانستان است، به گونه ای که بهبود و تکامل این قوانین را در بستر زمان نشان می دهد. ما که شکایت داریم از اینکه قانون اساسی ما تطبیق نمی شود. ما اگر برتان بگویم صدها جای است که برتان بگویم از طرف حکومت و از طرف ملت ی تطبیق نشده. در این مسئله از رئیس جمهور گرفته تا به افراد ملت کمله مسئول هستند. هیچ قانون نمیتواند حاکمیت داشته باشه. با اصل خوب بودن قانون، با اصل مجری شایسته، ولی بدون حمایت سیاسی نمیتواند جایگاه خود را در جامعه داشته باشه. از سوی مخالفان سیاسی حکومت نیز از قانون شکنی ها در حکومت انتقاد میکنند و بر تعدیل قانون اساسی نیز تاکید می‌ورزند. ببینین، از قانون یاد میشه، مخالف قانون عمل میشه. استر محکمه افغانستان جناب قاضی سه از 2 سال است که به حالت غیر قانونی ایفای وظیفه میکنه. شما تقاضای توقع تطبیق قانون از کجا دارین؟ بعد از 10 سال این قانون ما نیازمند اصلاح است، نیازمند تعدیل است در بعض مواردشان تا اینی مشکلات ما رفع شود. شهروندان کشور هموار از عملی نشدن یکسان قانون انتقاد کرده و تأکید کردند که قانون تنها بر افراد عادی جامعه تطبیق می شود و کمتر افراد زورمند به قانون احترام می گذارند. قانون اساسی افغانستان 12 فصل و 162 ماده دارد و در سال 1382 در اداره انتقالی از سوی لوی جرگ قانون اساسی تصویب شد. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به تلویزیون یک میگوید که به دلیل برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی ها، رئیس جمهور کرزی با صدور فرمان در مورد ترکیب مجلس سنا قانون اساسی را نقض کرده است. این فرمان اگر ما پس از نقطه نظر قانون اساسی سرش فکر کنیم، یکی تخطی از قانون است، یکی نقض قانون است. یعنی خودش آمدن نماینده ولسوالی از شورای ولایتی ای خودش نقض قانون اساسی است. ما ایجا میخوایم بگویم که تنها رئیس جمهور باید در این زمینه ما مسئول قرار ندهیم. اما وی تصریح میکند که در نقض قانون اساسی در افغانستان تنها رئیس جمهور کرزی مسئول نیست و عوامل متعدد سبب این اقدام شده است. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان همچنان میگوید که رئیس قوه قضاییه کشور نیز با وجود صدور چندین مصوبه از سوی این کمیسیون، اما سمت ریاست دادگاه عالی را به صورت غیر قانونی حفظ کرده است. ما برشان گفتم که اینمی یک حالت غیر قانونی را شما چطور پذیرفته؟ اونا به جواب ما گفتن که
من نمیفهم چرا اینطور شده. خب بالاخره ما علی به عنوان سرپرست اعلان شدیم که این سرپرستی را پیش ببریم. پست های دیگه هم در دولت هست که در اوج توظیف شود و برای وطن که شایسته خدمت است و صلاحیت علمی خدمت دارد و اوج همچه خدمت را انجام بدن. با وجود تماس‌های مکرر به دفتر آقای عبدالسلام عظیمی رئیس قوه قضاییه موفق به گفتگو با هیچ عضو دادگاه عالی نشدیم و آنون از صحبت در این مورد خودداری کردند. به گفته گلرحمن قاضی نیروهای خارجی نیز در چندین مورد قانون اساسی افغانستان را نقض و به حاکمیت ملی به احترامی کردند. نیروهای ناتو از ابراز نظر در این مورد خودداری میکنند. در همین حال برخی از فعالان جامعه مدنی هرچند دست داشتن رئیس جمهور و سایر اعضای کابینه در نقض قانون اساسی را رد میکنند، اما میگویند که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نتوانسته استقلالیتش را حفظ کند. در هر مورد نقض قانون اساسی افغانستان باید نائب بلاغه میدادن، نظر میدادن و استقلالیت خود حفظ میکردن، ولی متاسفانه که اینا هم استقلالیت خود حفظ کردن افغانستان بسیار کشیدن که خود مقاماتی که اینا را تعیین کرده و مقاماتی که اینا را رای داده اینا را خوش نگه دارن. با این حال رؤسای قوای مجریه و قضاییه دولت افغانستان در حال اسای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی متهم به نقض صریح قانون اساسی میشوند که پیش از این نهادهای جامعه مدنی رئیس جمهور کرزی و اعضای کابینه او را ناقضان اصلی قانون اساسی کشور دانسته بودند. باز هم خوش آمدین مهمانان عزیز، شما هم به استودیو تلویزیون یک. بسیار خوش آمدین استاد، با شما آغاز بکنم. دو مورد رئیس کمیسیون تطبیق بر قانون اساسی افغانستان گفت که رئیس جمهور افغانستان و قاضی القضات هر دو نقض قانون اساسی کرده، در کنار از دیگه کی هایی هستند که قانون نقض کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با ابراز سپاس و امتنان از گردانندگان از برنامه و با عرض ادب و احترام خدمت سایر مهمان های شما، اولتر از همه هفته تصویب قانون اساسی افغانستان را خدمت شما و از طریق شما خدمت همه بینندگان تلویزیون یک تبریک عرض میکنم. با جواب سوال شما ما میخواییم این قسم بپردازم که اصلا قسمی که سایر دوستا هم گفتن بخصوص از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در افغانستان ناقضین قانون اساسی کم نیستن، چیزی که ما زیاد داریم در افغانستان اون نقض قانون است. البته گزارشاتی هم که نشر شده و نشر میشه در مجموع نمایندگی ازی میکنه که در افغانستان قانون از طرف ارگانهای مختلف، از طرف سازمانهای دولتی و غیر دولتی نقض شده و همچنان از قانون تخطی صورت گرفته که همه هموطنهای ما شاهد ازی است و ازی هیچ کس چشم پوشی کرده نمیتونه. حالا و... شده کنار ازی چند تا مثال دیگه هم استاد شما ارائه بکنین که با کنار رئیس جمهور افغانستان و قاضی القضات دیگه کیها نقض قانون اساسی را در یک چند سال گذشته انجام دادن؟ خب اگر ما مثال بدیم، یگانه چیزی که پیشتر ما عرض کردم که زیاد است در افغانستان نقض قانون است. شاید یک مثال اگر از این تلویزیون یک شروع بکنیم شما هم در اون جمله باز شامل میشید. ما چی؟ با عرض ادب و احترام مجدد خدمت همه دست اندرکاران استاد، تلویزیون یک کدام قانون است؟ اجازه بدون که ما گپ ما باخر برسانم. ماده سوم قانون اساسی افغانستان و همچنان ماده اول و دومش هم در این رابطه ارتباط میگیره که رسانه های ما نشراتشون با معتقدات دین مقدس اسلام در تضاد است. یا هم یک مورد نقض قانون اساسی افغانستان است. هیچ موردی از نشرات ما با معتقدات دین مبین اسلام در تضاد نبوده. مثال لطفا استاد. یعنی این دیدگاه شما است، شاید به همین دلیل شما نشراتتان فکر میکنین که کاملا اسلامی است یا با اسلام در تضاد نیست، در حالی که تمام بحث کاملا اسلامی بودن استاد یک طرف موضوع و بحث از این که ما در تضاد با مسائل دینی نشرات کردیم. لطفا شما که از کمیسیون نظارت مثال بدید. مثلا آهنگایی که پخش میشه از این تلویزیون یک با رقصهایی که نیمه آریان است، این کلش نمایندگی میکنه که در ضدیت کامل با
معتقدات اسلامی ما شما قرار داره. این یک مثال بود، چون شما از من مثال خواستید ما از خود شما شروع کردم و به همین شکل ما در جامعه خود بسیار زیاد داریم مثالهای را. در تلویزیون ملی هم این آهنگایی را که شما میگین نشر میکنه، تنها تلویزیون یک نیست، و چیزی که نیمه اوریان گفته میشه و چیزی را که پلیسی بر ما اجازه میده ما را سانسور هم میکنیم هر از گاهی. منظورم تنها یک مثال بود که دادم، البته این متوجه تنها از تلویزیون یک نیست، از یکی از موارد نقض قانون اساسی توسط رسانه هاست که نشراتشون با معتقدات اسلامی. شما چرا وزارت اطلاعات اگر قرار باشه این چنینی باشه، چرا وزارت اطلاعات فرهنگ شما محاسبه نمی کنین امرایش با در این موضوع؟ خب این سوال بعدی شما اگر باشد من در مورد از این سوال شما جواب را خواهد کردم. سوال اول شما که مورد نقض را می خواستین یک مثال بود که من ارائه کردم، و همچنان ارگان‌های عدلی و قضایی ما یک مثال بسیار زیاد خوبی است که مثلا یک زندانی تمام میاده را که قانون برش پیش بینی کرده او را سپری کرده اما هنوز همون در حبس بسر میبره، یا مثلا وکیل مدافع نداره، یا مثلا از طرف محاکم ثلاثه برائت داده شده اما هنوز هم در حبس بسر میبره. این مثال های بسیار زیاد است که در کشور ما شما است که مردم ما همیشه شاهد عزیز مونتا. دیدگاه ما ایست که هیچ امکان نداره که در یک جامعه قانون ناقضین قانون وجود نداشته باشه. حتی در زمان خود جناب بهترین عالم علیه السلام که پیغمبر خدا از برش وحی میه در اونجا جنایت صورت میگیره که در حقیقت کلش نقض قانون است. مهمتر ای است که آیا در برابر نقض قانون چی عمل کرده صورت میگیره، در برابر ناقضین قانون چی اجراات صورت میگیره؟ شما دوباره برمیگردیم آل با آقای سعادت بریم، آخرین یافته ها و گزارش های شما از نقض قانون اساسی در داخل کشور چی است؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان محترم و تمام کسایی که بحث را تعقیب میکنن. یافته های ما متاسفانه بسیار نگران کننده و قسمی بود که ما را هم نگران ساخت و متاثر شدیم از یافته های خود ما. شبکه حقوق داران و مرکز هماهنگی جامعه مدنی جلسه داشتند تقریبا در حدود 3 ماه قبل به خاطر 39 سالگرد قانون اساسی که ما یک تحقیق باید بکنیم در مورد تطبیق و نقض قانون اساسی. خب تصمیم گرفته شد، یک کمیته موظف شد، اما یک ماه اخیر که ما شواهد و مدارک زیادی را جمع کردیم، شیوه تحقیق خود را که الان برای خدمتتان عرض میکنم مشخص ساختیم و حرکت کردیم. کمیته موظف 3 نقطه را اینا معیار قرار دادن. یکی خود مطالعه بسیار کارشناسانه و مسلکی قانون اساسی بود. مسئله دوم گزارش هایی که در طول 9 سال نشر شده که به ده ها گزارش یا به چند صد گزارش میرسه که این گزارش ها حتی از نهادهای دولتی هم است که ما سرش استناد کردیم. مثلا غصب زمین ها که ملکیت از تعرض مسئول است مطابق ماده 40 قانون اساسی، گزارش هایی را که خود ادارات دولتی نشر کرده، وزارت زراعت نشر کرده، خود اداره مبارزه علیه فساد اداری، از اینجا ما رفرنس گرفتیم، از گزارش های کمیسیون حقوق بشر زیاد استفاده کردیم و از نهادهای دیگه هم که گزارش نشر کرده بودند در بخش های مختلف ما از گزارش ها استفاده کردیم. مسئله سیوم برای ما میارسیم مشاهدات عینی بود. بعضی مسائلی است که امی لحظه جریان داره. مثلا ما در افغانستان در حدود 270 شاروال داریم که مقرر میشه، از این که زیادتر باید انتخابات شاروالی ها صورت میگرفت، مجالس شاروالی ها صورت میگرفت، مکمل تمام شاروال ها از طرف رئیس جمهور انتصابی میره. ما ضرورت به رفرنس نداریم، اینجا که ما دیگه مراجعه بکنیم گزارش بپالیم نیست، و یا ای که انتخابات شورای ولسوالی نشده و ما ضرورت اینجا به رفرنس نداشتیم، از مشاهدات خود از چیزی که واقعیت های اینی بود ما از او استفاده میکردیم. این کمیته کار کرد، 3 معیار ما تعیین کردیم باز هم در نقض. یکی نقض قسمی بود. نقض قسمی به این معنی که تمام حکم ماده نقض نشده بود، یک بخشش تطبیق شده و بخش دیگهش نقض شده بود. یکی نقض کلی حکم یک ماده بود،
و یک تعلیق تطبیق احکام قانون اساسی بود. یعنی خود قانون اساسی یک شکل زنجیری را داره، اگر یک بخشی از احکامش تطبیق نمیشه اتومات بعد از بعضی از احکام دیگه به حالت تعلیق میره. مثلا زمانی که ما شورای ولسوالی را نداریم نمیتونیم که لوی جرگه افغانستان نصابش پورا بکنیم. زمانی که لوی جرگه نصابش پورا نمیشه تمام احکام فصل لوی جرگه به حالت تعلیق میره، یعنی تطبیقش ممکن نیست. یا تطبیق ماده 69 قانون اساسی که محاکمه رئیس جمهور و یا تعریف رئیس جمهور معاونین نشانه میه، این به حالت تعلیق میره، یعنی پیشگیری میشه، اجازه نمیده که این احکام تطبیق شه. باز ما یک درجه بندی دیگه که کردیم، یکی عوامل چی است و کی ها هستند و درجه بندی کردیم که مهمترین عوامل چی است و کی است. روی از این ما به تحقیق خود ادامه دادیم که یک روز قبل از سالگری قانون اساسی ما نتایج برای مطبوعات خصوصا داخلی دادیم و نتایج و تمام تحقیق خود ما را هم در این وقتای نزدیک با مو اسنادی که داریم ایره به دسترس عمل نتایج تحقیق چی است، خصوصا در رده حکومت افغانستان ناقضین اصلی قانون اساسی در چند سال گذشته کیا بودیم؟ لطفاً اگر مشخص تر. متاسفانه یک محاسبه تقریبی که شوه، یعنی نمیشه ایره همین نقد قانون اساسی را به اعداد که ما میاریم، یعنی بسیار زیاد دقیق نیست. 69% قانون اساسی نقض شده و که 92 ماده میشه و موادی که تطبیق هم شده بسیار موادی بوده که احکام ماهوی نداشتن، یعنی احکام شکلی دو زیاد بوده. مثلا بیرق افغانستان چند رنگ داره؟ اگر در جزئیات محاسبه میکردیم اینجا مشکل بود که با تمام تعریفی را که قانون اساسی کرده بود، اما ما این مسائل را زیاد در جزئیات نگرفتیم. پایتخت دولت افغانستان کابل است، مبدا تقویم افغانستان چی است، سرود ملی به کدام زبان است، یعنی اینمی طور احکام شکلی تطبیق شده بود. و 69% به این معنی نیست که، یعنی 31% احکام قانون اساسی تطبیق شده باشه. یک فصل انتقالی ما داریم که او به یک شکل در حالت نسخ قرار داره، یعنی مربوط یک زمان مشخص بود که گذشته. بعضی احکام در حالات استثنایی را تعریف میکنه که او تا هنوز با وقوع نپیوسته. ما نه امتیاز تطبیق زوره بر دولت داده میتانیم بر نظام و نه میتانیم بگویم که دولتی را تطبیق نکرده. مثلا در حالت وفات، استعفا یا عزل رئیس جمهور یا معاونینش که طور یک حالت هنوز پیش نامده، بنان ما سریع تو حالت استثنایی را که بکشیم 21 ماده دیگه، یعنی جمع 92 ای را شما میکشین و 5 ماده مواد از که در حالت نسخ قرار داره، یعنی فیصدی تطبیق بسیار زیاد کم میه. اما موادی که قسما و کلا یا تطبیقشان به حالت تعلیق آمدن 92 ماده است که به اساس نتایج تحقیق که هدفی نبوده که ما کسی را مسئول بکشیم یا یک حرکتی کرده باشیم که تصمیم گرفته باشیم کی باید مسئول شه و برای کی باید امتیاز بدیم، یک نتیجه که یعنی تحقیق خودش ایره بر ما داد. بیشترین نقض رئیس جمهور که با شمول دو معاونش میشه انجام داده بود، بعد از اون مسئولیت برای کابینه برمیگشت، برای قوه قضایه برمیگشت، با قوه مقننه برمیگشت، جزایر قدرت در افغانستان، خود نیروهای بین المللی که در افغانستان فعالیت داره و خود مردم نقش داشتند در نقض قانون اساسی که تمام این موارد از عوامل و فاکتورهای مهمه. پس دوباره به جزئیات این موارد برمیگردیم. آقای وکیل، میخوایم از این نقطه شروع بکنم، از دعای استاد بالای با مطبوعات افغانستان خصوصا تلویزیون یک. شما قانون اساسی را در پیش رویتان دارین، میشه لطفا او را قرائت بکنین و باورتان را بگوین که رسانه ها تا چه حد آیا به میزان که رئیس جمهور افغانستان، معاونین، کابینه، قوه مقننه و اجرایه و قضاییه قانون اساسی افغانستان نقض کرده یا رسانه ها؟ لطفا. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم احترام خدمت شما تمام کارمندان و همکارانتان در شبکه و همینطور میمانهای عزیز، دانشمندهای بزرگوار افغانستان و بینندگان محترمی شبکه، میخواییم که عرض کنیم که ما صادقانه عرض میکنیم نومین سالگردی تأسیس و تصویب قانون اساسی را
برای مردم افغانستان نه تنها تبریک نمیگم بلکه تسلیه درس میگم. دلیلش چیست؟ دلیلش بیشتر وقتی که جریان های انتقادی آمدن انتقاد کردن روی نقض قانون اساسی استدلال کردن و فقره یکی ماده 64 قانون اساسی که اونجا وظایف در ماده 64 قانون اساسی وظایف و صلاحیت هایی که محول کرده قانون اساسی برای جمهور محترم افغانستان و فقره یکی از اوست که مراقبت از اجرای قانون اساسی و تطبیق او باشد. ما میخواهیم یک کمی در اول قانون اساسی برگردیم، ماده 5 قانون اساسی را خدمت شما میخوانیم و بعد بفهمیم که اگر ادعا کنیم و امشب از همین طریق شبکه شما که حکومت افغانستان در مجموع دولت افغانستان حافظ استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی افغانستان نبوده، این ادعای کاذب و بیجا نخواهد بود. در ماده 5 قانون اساسی آمده میگه تطبیق احکام این قانون و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی از کشور وظایف اساسی دولت می باشد. دولت در مجموع هر سه تا قوه را شامل میشه: قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه. بنابراین اگر یک مورد نقض قانون اساسی اتفاق افتاده، ما باشیم بر اساس حکم انظمی ماده 5 در حقیقت توسط هر کسی که باشه عالمی های ما به تفصیل میخواهیم خدمت شما عرض بکنیم، صحبت میکنیم. پیشا پیش عرض میکنم که ما یک مقدار در جریان بحث تندتر میشیم. یه حالت عصبانی ما نیست، یک حالت است به اصطلاح نرمالی، خصلتی ذاتی و وجودی بنده حقیر که باز دوستا انشالله را حمله بر عصبانیت و اینا نکنه. و موضوع هم موضوع بسیار مهم و شما و شبکه تان تشکر میکنه که واقعا این موضوع را به خاطر حفظ آگاهی و بالا بردن به اصطلاح همو پابلیک آوتریچ، آگاهی عامه مردم افغانستان در نظر گرفتین. و از دوستا هم تشکر میکنیم که در این بحث شرکت کرده و کاملا یک بحث تخصصی است. اگر یک مورد قانون اساسی نقض شد، قطع نظر از عواملش، مسلمه که ما در یک مورد آمدیم استقلال افغانستان نقض کردیم مطابق با ماده 5 و حاکمیت ملی افغانستان نقض کردیم، تمامیت ارضی افغانستان نقض کردیم. چرا؟ به خاطر از اینکه ماده 5 میگه که تطبیق احکام این قانون، یعنی قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی است. معنای نقض تمامیت ارضی از این نیست که یک کشور خارجی بیای عملا و علنا به شکل مستقیم به اصطلاح تجاوز بکنه به تمامیت ارضی افغانستان. این یک بخشش هست. کسی که از قانون اساسی دفاع نمیکنه یا قانون اساسی رو که مسئولیت داره در چارچوب حکومت و دولت افغانستان نقض میکنه، قوه مجریه باشه، قوه مقننه باشه، وکیل باشه، وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، معاونای وزیر جمهور باشه، ما باشیم محتوای این ماده از قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی، در حقیقت آمدیم نقض کردیم استقلال افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان و واقعا نقض کردیم تمامیت ارضی افغانستان. حالا میایم مراجعه میکنیم، میایم به سوال شما. سوال شما رو من میخوایم عرض بکنیم که رسانه ها به علاوه از لطفا اگر مو دو ماده رو آقای وکیل شما بخونین، استاد ماده اول ماده سوم میگه قانون اساسی پیش روی شما است. ماده اول قانون اساسی ایره میگه که افغانستان دولت جمهوری اسلامی مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد، که هیچ ارتباطی به بحث رسانه نداره. بله. ماده دوم میگه دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مقدس اسلام. اگر کسی آمده باشه خدای نخواسته گفته باشه که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان نصارا و یهودیت، باز بلکل بلکل ما هم رسانه هم نگفته و تلویزیونی می خواستم امیر از خارج جریان و سیوم هم لطفا اگر بخوانین سیم هم میخوانیم که
ماده 13 در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دینی مقدس اسلام باشه که باز ربط به رسانه ندارد. سپاسگزار. استاد اگر بر بگردیم به شما بپرسیم، در کنار بس نقض قانون در افغانستان، اگر قرار باشه معیار قرار بتیم گزارش شبکه حقوقدان افغانستان بیشتر از 69%، آقای وکیل هم به اساس استناد خود مواد، اگر قرار باشه اینچنینی باشه، کمیسیونی که شما دارین و نظارت میکنین از تطبیق قانون اساسی در افغانستان، جایگاه شما چی است؟ تشکر از پرسش شما. قبل از او ما برای آقای وکیل بر میگردم که معنای جمهوری اسلامی افغانستان یعنی چی. همی پیشتر که من خدمت شما عرض کردم، رسانه ها را خود جمهوری اسلامی ایره میرسانه برای ما که تمام اجراعات ما مبتنی بر ارشادات دین مقدس اسلام باشه. پس میم سر از این موضوع دیگه که وظیفه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان چیست. اول تشکر میکنیم از جامعه حقوقدانان که واقعا یک کاری خوبی را انجام دادن و این وظیفه هر هموطن ما است و بخصوص از نهادهایی که در این راستا کار میکنن، وظیفه شان است، اینا وظیفه خود را انجام دادن، ما از این استقبال میکنیم. اما در این که وظیفه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان چی است، از نامش پیداست که وظیفه اصلی محوری از این نظارت است. نظارت در کجا است استاد که بیشتر از 69%؟ اجازه بدین که ما خدمت شما به عرض میرسانم. معنای نظارت این است که قانون باید نقض نشود. معنای نظارت این است که از نقض قانون و از تخطی از قانون باید نظارت بکنه، و وقتی که نظارت صورت میگیره، باز اجراءاتی که متوجه کمیسیون میشه که مسئولیتش است، مطابق با قانون اختصاصی خودش موارد نقض را پیدا میکنه و بعدا اون را با همو ارگانی که قانونش را پیش بینی کرده و از طرف شورای ملی او با تصویب رسیده و توشیه شده و رئیس جمهوری کشور میرسانه که این کار یک بار نه که بارها انجام داده که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی. لطفا شما چند بار مثلا در مورد رئیس جمهور افغانستان، اعضای کابینه، قاضی القضات، قوه اجراییه، مجلس نمایندگان افغانستان گزارش ارائه کردین و بردین که نقض از قانون اساسی باشه؟ خوشبختانه این افتخار بر مردم افغانستان است و بخصوص بر پارلمان و نماینده های مردم افغانستان است در پارلمان که یکی از وکلای محترم تشریف دارن. این افتخار است برای مردم افغانستان. انتقال مسئولیت زندانهای خارجی در افغانستان یکی از نتایج کارهای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی است و همچنان آخرین فرمان یک که برداشت هم وجود داره که ناشی از امر رئیس جمهور است، به خاطر بحث مطرح ساختن حاکمیت ملی افغانستان. قانون اساسی افغانستان توسط خود رئیس جمهور هم نقض شده. شما در برابر رئیس جمهور و معاونینش به عنوان کسایی که به اساس قانون اساسی افغانستان وظیفه مراقبت و حراست از قانون اساسی را داره چی کردین؟ در بیش از یک ماه، حدود بیش از یک ماه میشه که زمانی که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی آخرین گزارش را که از مراکز مختلف مستندسازی کرده بود خدمت رئیس جمهور تقدیم کرد، بر مبنای از اون بود که رئیس جمهور کشور 6 یا 7 مورد فرمان را صادر کرد که بر مبنای از اون بود زندانیا از زندان آل آزاد شده. استاد بس زندانی منتها نیست، شما گزارش را خدمت کسی ارائه میکنین که خود از او در صدر ناقضین قانون اساسی افغانستان از با آدرس خودش چی داشته؟ بیشتر از او قانون اختصاصی برای کمیسیون اجازه را نمیده که حتی بر رسانه های آزاد گزارش بده. شما میتونین که قانون اختصاصی کمیسیون را مطالعه بکنین، ما صلاحیت اجرایی نداریم. اونو چیزی که در صلاحیت ما است، ما از او بیشتر اگر ما حرکت میکنیم خود از این نقض قانون است. پس آن چیزی که در صلاحیت ما است، ما انجام دادیم. که کمیسیون شما صلاحیت از این نداره یا توان از این نداره که در برابر نقض قانون رئیس جمهور و معاونینش استادگی کنه؟ بدون شک توانمندیش داره، در صورتی که صلاحیت داشته باشه. وقتی که توانمندیش داشته باشه و صلاحیت نداشته باشه، کار از این بیش از پیش ساختن است که موارد نقض را بکشانه به رسانه ها و بکشانه به عام مردم. شما میتونید در قانون اختصاصی کمیسیون مطالعه بکنید که وقتی که موارد نقض را کمیسیون پیدا میکنه، او را به شخص اول کشور که جناب رئیس جمهور است به خدمت از او تقدیم میکنه و او تصمیم از اوست. و اگر خود او رئیس جمهور در صدر ناقضین باشه باز چطور؟ و زمانی که موارد عدم رعایت قانون از طرف رئیس جمهور هم به مشاهده رسیده، کمیسیون بسیار جرأتمندانه خدمت آقای رئیس جمهوری را رسانده، تحریری رسانده. شما میتونین که در سالنامه کمیسیون این موارد را که نشر شده خدمت هموطنان ما است، آخرین دورش
از سال 1390 الا 91 در 14 جدی به مناسبت تصویب قانون اساسی نهمین سالگردش نشر شد. شما دویج پیدا کرده میدانین زیاد مواردی را که کمیسیون وظیفه خود اجرا کرده و برای رئیس جمهور مواردی را که پیدا کرده. رئیس جمهور چقدر ارج گذاشته برای یافته های شما؟ خب تا جایی که ما همه شاهدش هستیم، مثلا فرمان اخیر رئیس جمهور در ارتباط با نقص مواد قانون از طرف ارگان‌های عدلی و قضایی نمایندگی ازی میکنه که رئیس جمهور تا جای مسئولیت خود ای راستا انجام داده، اما ما در مقام دفاع از رئیس جمهور کشور نیستم، اما چیزی که ما شاهدش هستم او را ناگزیر هستم که خدمت باز برسم. بیننده های عزیز، پس از یک وقفه کوتاه از آقای سعادت میپرسیم که رئیس جمهور افغانستان در صدر ناقضین به اساس گزارش خود از یا و قرار است رئیس جمهور افغانستان خودش به عنوان ناقض بر دیگرها فرمان بده که شما قانون اساسی را تطبیق کنین، چی معنا میتوان ما باشید؟